با سلام و درود فراوان خدمت فرادرسی های عزیز. بنده سید امیرحسین عامل هستم و با دوره آموزش مقدماتی مدیریت سرورهای گنو لینوکسی در خدمت شما. امیدوارم دوره خوبی رو با همراهی شما عزیزان بگذرونیم. در این فرادرس میخوام بهتون نشون بدم که مدیریت یک سرور اصلا مثل شکستن شاخ غول نیست. خیلی راحت میتونید با یک سرور کار کنید. البته یه کمی صبر و حوصله به خرج بدید و به نکاتی که میگم دقت کنید. اما مباحثی که در این قسمت قرار شاهدش باشیم. ابتدا دلیل استفاده از سرور شخصی رو بررسی میکنیم. بعدش نگاهی داریم به چیزهایی که قراره در این دوره آموزشی یاد بگیرید. و سپس خلاصه ای داریم بر چرایی انتخاب لینوکس. بعد از اون مخاطبین این دوره و مواردی که برای شروع نیاز دارید رو بررسی میکنیم. و در نهایت چند نکته برای بازدهی بیشتر در یادگیری رو خدمتتون عرض میکنم. اما دلیل استفاده از سرور شخصی چی میتونه باشه؟ اگه شما مثل من روز شبتون رو در اینترنت و با سرویس های آنلاین برای ایمیل، ذخیره فایل ها و یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات و خیلی کار دیگه میگذرونید، یا اگه مدیر یک وبسایت باشید برای ارسال انبوه ایمیل، هاستینگ و توسعه پلتفرم های تحت وب، ممکن است سرویس دهندهایی که در حال حاضر فعال هستن استفاده کنید که قطعا هزینه های زیادی رو به شما تامین کردن. احتمالا تا الان به فکر یک آلترنتیو یا راه حل جایگزین برای کاهش هزینه خودتون افتادین. آلترنتیو پیشنهادی ما استفاده از سرور مجازی هست. حالا چرا بین این همه راه اومدیم سراغ سرور؟ اصلا چرا باید وقتمون رو صرف پیکربندی و مدیریت یک سرور بکنیم در حالی که میشه از سرویس دهنده های مشابه که حتی ممکنه به رایگان این خدمات رو ارائه بدن استفاده کرد؟ باید خدمتتون عرض کنم که در دنیای اینترنت هر چیزی بهایی داره. وقتی شرکتی به رایگان و یا حتی غیر رایگان به شما این خدمات رو ارائه میده، در ازای این موارد بهایی هم از شما دریافت میکنه، حالا چه با اجازه و یا بی اجازه شما. بذارین شما رو با این بهای گزاف آشنا کنم. اختیاری نسبت به اطلاعاتتون ندارید. ممکنه باورش برای شمایی که واسه اولین بار این رو میشنوید سخت باشه، اما باید بدونید که هیچ کنترلی در دنیای اینترنت روی اطلاعاتتون تا زمانی که از این سرویس استفاده میکنید ندارید. ایمیل ها، چت ها و باقی اطلاعات روی سرورهای این شرکت ها ذخیره میشه و در جهت منافع شرکت ازش استفاده میشه و کاری هم از دست شما بر نمیاد. منابع محدودی در اختیار شما قرار داده میشه. این سرویس دهنده است که به شما حکم میکنه چقدر میتونید ایمیل ارسال کنید یا چقدر فضا برای ذخیره اطلاعات دارید و مواردی از این قبیل. تنها راه برای رفع این محدودیت ها پرداخت بهاست. گاهی با هزینه ارزی و گاهی هم با در اختیار گذاشتن اطلاعاتتون و در اغلب موارد هر دو. بله، الان کم کم داره براتون روشن میشه که چرا شرکت های مثل گوگل به راحتی اجازه میدن تا شما از سرویس هاشون استفاده کنید. کمی روی این حقیقت فکر کنید. این محدودیت ها همچنان ادامه داره و ما میتونیم ساعت ها در موردش بحث کنیم، اما بذارید کمی هم از مزیت های داشتن سرور بگیم. آزادی. این امکان رو دارید که اطلاعاتتون رو از دست درازی دولت ها و شرکت های سودجو حفظ کنید. دیگه نیازی نیست برای استفاده از سرویس های مختلف هزینه ای بپردازید. هر سرویسی که دوست داشته باشید رو میتونید برای خودتون راه اندازی کنید، مثل میزبانی فایل، هاستینگ، سرویس ایمیل و تقریبا تمام سرویس هایی که میتونید فکرش رو بکنید، به دور از هر گونه دسترسی. کسب درآمد. با راه اندازی یه هاستینگ خوب میتونید شروع به درآمدزایی کنید و کسب و کاری رو برای خودتون راه بندازید. اگر طراح و توسعه دهنده وب هستید، میتونید به راحتی پلتفرم خودتون رو راه اندازی کنید و توسعه بدید. اما در این دوره قرار هست چه مواردی رو یاد بگیرید؟ در وهله اول قرار هست که عاشق لینوکس بشید و از ساعت‌ها کدزنی در کامند لاین لذت ببرید. در این قسمت یاد میگیرید که چطور توزیع لینوکسی مناسب خودتون و سخت افزاری که برای راه اندازی سرور نیاز دارید رو انتخاب کنید. این هم شاید کمی عجیب به نظر بیاد که چرا باید به جای رابط‌های گرافیکی و ویندوز که اینقدر کار رو راحت کردن از لینوکس و کامند لاین استفاده کرد. در این قسمت به شما معنی واقعی یک سیستم عامل و قدرت حقیقیش رو نشون میدیم و مطمئن هستم این بحث بسیار برای شما جذاب خواهد بود. در مرحله بعد به سراغ نصب لینوکس روی سرور میریم و تمام مراحل رو به صورت کامل به شما آموزش میدیم. در قسمت سوم لامپ سرور رو روشن میکنیم. لامپ به معنی واقعی کلمه به سرور روشنایی میبخشه و فرایند راه اندازی سایت رو برای ما به راحتی امکان پذیر میکنه. لمف در واقع بستریه برای راه اندازی سرویس هایی که نیاز داریم و در نهایت
آموزش راه اندازی یک هاستینگ شخصی رو داریم تا بتونید سایت های مختلفی رو روی اون راه اندازی کنید و از این تجربه نهایت لذت رو ببرید. اما چرا لینوکس؟ سوال بسیار مهمی هست که نیاز به ویدیوی مفصل و جداگونه داره، اما صرفا برای اینکه یک ذهنیت کلی از آموزش پیدا کنید، توضیح مختصری رو در این مورد خدمتتون عرض میکنم. داستان از دهه 70 میلادی شروع شد، زمانی که کن تامسون و دنیس ریچی سیستم عامل یونیکس رو منتشر کردند. این سیستم عامل در ابتدا برای مینی کامپیوترها منتشر شده بود. اواخر دهه 80 زمانی که کامپیوترهای کوچکتر توسعه پیدا کردند، یونیکس هم از داخل عقب نموند و چندین نسخه برای این کامپیوترها منتشر کرد. اما مشکل اینجا بود که این کامپیوترها نمیتونستن یونیکس رو به خوبی هندل کنن و به شکل وحشتناکی کند بودن. به همین خاطر کاربرها به سمتش نمیرفتن. در همین دهه پروژه گنو و بنیاد نرم افزارهای آزاد به وسیله ریچارد سالمن با هدف ایجاد و توسعه نرم افزارهای آزاد به وجود اومد. با ورود به دهه 90 و توسعه کامپیوترهای خانگی، بالاخره یونیکس آماده کار روی این سیستم ها بود و در این هنگام یک دانشجوی فنلاندی به اسم لینوس توروالز با هدف ایجاد سیستم عاملی آزاد پروژه ای رو شروع کرد که منجر به خلق لینوکس شد. این پروژه بعدها تحت لایسنس GPL منتشر شد و به عنوان هسته سیستم عامل گنو لینوکس کار خودش رو ادامه داد. این نکته رو حتما به یاد داشته باشید که لفظ سیستم عامل لینوکس به تنهایی اشتباه است و گنو لینوکس شکل صحیح اون هست. منتها برای راحتی صرفا از لینوکس استفاده میکنیم. اما دلیل انتخاب لینوکس چیه؟ مهمترین علت اوپن سورس بودن این سیستم عامل هست. این خاصیت باعث شده تا همه من جمله هزاران هزار برنامه نویس در سراسر دنیا به کد منبع این سیستم عامل دسترسی داشته باشن و در جهت بهبود اون تلاش کنن. دیگر شرکت ها مثل مایکروسافت سیاست انحصار طلبانه ای رو نسبت به محصولاتشون اعمال کردن و همین خاصیت باعث شده تا خطاهای بسیار بیشتری نسبت به محصولات متن باز داشته باشن. مورد بعدی قیمت هست. لینوکس کاملا رایگان بوده و محدودیت در نصب بر روی دستگاه‌های مختلف وجود نداره. در صورتی که برای تهیه ویندوز می‌بایستی لایسنسی رو خریداری کنید تا بتونید از اون استفاده کنید. برتری‌ها و مزیت‌های لینوکس به قدری زیاد هست که میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. اما این دوره مناسب شماست یا خیر؟ اگر از علاقه‌مندان به کامپیوتر هستید، مدیریت یک وبسایت رو بر عهده دارید، از دانشجویان رشته کامپیوترید و یا به هر دلیلی مایلید سرور خودتون رو پیکربندی و مدیریت کنید، این دوره برای شماست. موارد مورد نیاز برای شروع دوره: سرور مجازی. در یک پارت آموزشی به صورت کامل توضیح میدیم که چطور سرور مناسبی رو تهیه کنید. کامپیوتر شخصی که برای اتصال به سرور بهش نیاز دارید، اینترنت مناسب و در نهایت دفترچه و خودکار برای یادداشت برداری و صد البته صبر و حوصله و تلاش کافی برای یادگیری. رازهای موفقیت در این دوره: برای یادگیری مؤثر دروس حتما مواردی که آموزش داده میشه رو بارها و بارها تمرین کنید تا به خوبی یاد بگیرید. کار با لینوکس و کامند لاین یک مهارت هست و حتما باید تمرین داشته باشید تا تسلط کافی رو پیدا کنید. تنها تماشای ویدیوها فایده ای نداره. حتما باید تک تک موقعیت ها رو خودتون تجربه کنید تا در ذهنتون حک بشه. یادداشت برداری رو فراموش نکنید. اگه به خودکار و قلم دسترسی ندارید و یا با نوشتن راحت نیستید، میتونید از اورنوت یا وان نوت استفاده کنید. با این ابزارها میتونید یادداشتاتون رو بر اساس موضوعات مختلف برچسب بزنید و مرتب بکنید تا اگر جایی به مشکل برخوردید، به راحتی یادداشت درس مربوطه رو پیدا کنید و ازش استفاده کنید. این هم رویه پیشنهادی ما برای افزایش بازدهی در یادگیری آموزش ها. تماشای هر درس و بعد یادداشت برداری از نکات و دستورات استفاده شده در آموزش ها و در نهایت تمرین و تمرین بر روی سرور یا محیطی که در ماشین مجازی بهتون آموزش میدیم برای خودتون بسازید. ممنون از اینکه همراه ما بودید. به قسمت دوم از فصل اول خوش اومدید. این قسمت به آشنایی با لینوکس اختصاص داره. در بخش اول توضیح مختصری در مورد تاریخچه لینوکس دادیم و برخی از مزایای اون رو با هم بررسی کردیم. در این قسمت قرار هست وارد جزئیات بشیم. ابتدا نگاهی به فلسفه لینوکس میندازیم که لینوکس صرفاً یک سیستم عامل نیست، بلکه طرز فکر بسیار مهمی پشتش هست. بعدش مقاله معروف لینوکس ویندوز نیست رو به صورت کوتاه بررسی میکنیم. تو این مقاله مشکلات کاربرانی که از ویندوز به لینوکس مهاجرت میکنن بررسی شده. و در آخر بعضی از توضیح‌های لینوکس مثل دبیان، آرش و باقی توضیح‌های مشهور رو با هم بررسی می‌کنیم. فلسفه لینوکس.
همونطور که در قسمت قبل خدمتتون عرض کردم، جنبش نرم افزارهای آزاد در دهه 80 توسط ریچارد استالمن کلیک خورد و چارچوبی رو برای پیشبرد این فلسفه به وجود آورد تا این طرز فکر همیشه در حال رشد باقی بمونه. منظور از فلسفه لینوکس و نرم افزارهای آزاد، آزادی کامل و بی قید و شرط در استفاده از نرم افزار هست. البته ممکنه تولید کننده قبلی یه سری شرایطی رو مشخص کرده باشه که اون هم صرفاً برای آزاد موندن نرم افزار هست. البته برنامه هایی هم که به عنوان نسخه اصلاح شده از برنامه اولیه به حساب میان هم باید به صورت آزاد باشن تا دیگران هم بتونن کار تغییر و مودیفیکیشن رو روی اون انجام بدن. در اصطلاح این اجازه دادن یا اجازه نامه یا لایسنس به GPL معروف است که اجازه توزیع مجدد برنامه ها رو به کاربران میده. میتونید به راحتی سورس یک نرم افزار رو مشاهده کنید، اون رو مطالعه کنید، تغییر و یا بهبودش بدید و در نهایت به اسم خودتون منتشر کنید. معمولا نرم افزارهای آزاد به صورت رایگان منتشر میشن، اما ممکنه گاهی اوقات هزینه ای هم دریافت بشه که اون هم فقط به خاطر بارگذاری فایل بر روی سی دی و یا پشتیبانی برای نسخه های تجاری هستش. یکی از دلایلی که باعث شد که تصمیم گرفتم این پارت ویدیوی مجزا رو برای لینوکس بسازم این بود که شما رو با لینوکس بیشتر آشنا کنم تا بدونید و آگاه باشید و بی‌محابا سمت لینوکس نیاین. درست لینوکس محشره، اما قبل از محشر بودن یه ابزاره، یعنی یه ابزار محشره. هر ابزاری هم ممکنه برای یه نفر مفید باشه و برای نفر بعدی بیفایده و یا حتی مضر. از قبل از اینکه به سمت این سیستم عامل بیاین، اول به خوبی باهاش آشنا بشین و بعد بر اساس نیاز و هدفی که دارید سیستم عامل مورد نیاز خودتون رو انتخاب کنید. برای آشنایی با لینوکس و تفاوتش با ویندوز، مقاله لینوکس ویندوز نیست رو انتخاب کردم که مشکلات کاربران بعد از مهاجرت از ویندوز به لینوکس در اون بررسی شده و به نظرم برای بحثمون بسیار مناسبه. از این مقاله 5 مشکل رو با هم بررسی میکنیم. اگه علاقه داشتین میتونید به سراغ نسخه اصلی برید و اون رو کامل بخونید. اولین مشکلی که بهش اشاره شده عدم تشابه ویندوز به لینوکس است. تصور کاربران تازه وارد از لینوکس نسخه آزاد و اوپن سورس ویندوز هست که کاملا اشتباهه. کسی که به لینوکس مهاجرت میکنه قطعا به دنبال ابزار بهتری نسبت به ویندوز هست. حالا هر کس ممکنه این بهتر بودن رو بر اساس معیارهای خودش مثل هزینه، کارایی، امنیت و یا حتی بر پایه سلیقه شخصی تعریف کنه. اما مگه میشه که ابزاری از ابزار دیگه بهتر باشه اما تفاوتی باهاش نداشته باشه و گاهی تفاوت‌ها از طرف کاربران تازه وارد به عنوان نقص قلمداد میشه؟ حالا این تفاوت‌ها در کجاست؟ مثلا شما در ویندوز عادت کردین که به‌روزرسانی درایورها رو از طریق سایت سازنده انجام بدید. یعنی برای هر درایور به سایت سازنده میرید و اون درایور رو دانلود و نصب میکنید. اما در لینوکس این کار به شکل کاملا متفاوتی انجام میشه. به روز رسانی درایورها با به روز رسانی کرنل و فقط با یک دستور ساده انجام میشه. یا مثلا فایرفاکس که نمونه بارز یک نرم افزار موفق متن باز هست رو ببینید. این مرورگر به این خاطر موفق بود که با اینترنت اکسپلورر زمین تا آسمون فرق داشت و بهتر بود. از همون اول با پشتیبانی از تب‌ها و بوکمارک زنده و پشتیبانی از تصاویر PNG و افزونهای مسدود کننده تبلیغات و خیلی امکانات دیگه جای خودش رو باز کرد. اگه قرار بود شبیه اینترنت اکسپلورر باشه هیچ وقت به این جایگاهی که الان داره نمیرسید. حالا همین مثال رو به لینوکس و ویندوز تعمیم بدیم. و اما راه حل مشکل اول، یادتون باشه درسته یه سری از کارهایی که تو ویندوز انجام میدادین رو در لینوکس هم میتونید انجام بدید، اما این دلیل نمیشه که ویندوز رو شبیه به لینوکس یا نسخه جدید و بهتر از اون بدونید. سعی کنید اون رو در جایگاه خودش به عنوان یک سیستم عامل کاملا مستقل در نظر بگیرید که تقریبا در خیلی چیزا متفاوته. مشکل دوم، لینوکس با ویندوز خیلی فرق داره. در اینجا کاربرانی داریم که میدونن لینوکس با ویندوز تفاوت داره، اما این تفاوت‌ها فراتر از انتظاراتشون ظاهر میشه. بهترین مثالی که میشه برای این ماجرا زد میزان حق انتخاب‌هایی هست که کاربران لینوکس دارن. مثلا وقتی از یک کاربر ویندوزی میپرسید که داره از چه سیستم عاملی استفاده میکنه، در جواب بهتون میگه ویندوز XP. در یک لحظه کل محیط کاربری اون نسخه و نرم افزارهایی مثل وردپد، اینترنت اکسپلورر و بقیه نرم افزارهای پیشفرض جلو چشمتون میاد. اما وقتی از یک کاربر لینوکس این سوال رو میپرسین، جوابی که احتمال داره بگیرید به 2-3 تا توضیح ختم نمیشه. صدها توضیح لینوکسی وجود داره که این کاربر ممکن از یکی از اونها استفاده کنه. حتی محیط دسکتاپ هم یونیک نیست. ممکنه بگه از دسکتاپ کادیی یا گنوم یا XFCE و بقیه دسکتاپ‌ها استفاده میکنم.
تکست ادیتورش هم فقط به یک چیز ختم نمیشه. ممکن از وی آی گرفته تا نانو و باقی ویرایشگرها استفاده کنه. خلاصه در لینوکس شما با دریایی از انتخاب مواجه هستید که بسته به نیاز و سلیقه خودتون میتونید از یکی یا هر چند تا که مد نظرتون هست استفاده کنید. حالا شما تصور کنید یک کاربر ویندوز که به انتخاب‌های محدود عادت کرده یهو با این همه انتخاب مواجه بشه. چه اتفاقی براش میفته؟ قطعاً گیج و سردرگم میشه. اما یا دادن این همه حق انتخاب به کاربر لازمه؟ ما قرار با سیستم عامل چیکار کنیم؟ همین که فلان کار رو بکنه کافیه دیگه، نه؟ در جواب باید بگم نه. واسه اینکه بهتر درک کنید، بذارین این مثال رو بزنم. یه نگاه به دنیای ماشینا بندازید. من یه کار ماشین غیر از اینه که شما رو از یک مبدأ به یک مقصد برسونه، دقیقاً کارش همینه دیگه، درسته؟ اما آیا برای شما هم فقط همین مهمه؟ یعنی قدرت و سرعت ماشین یا راحتی در مسیر به خاطر کیفیت صندلی یا باقی سیستم‌های ماشین اصلا براتون مهم نیست؟ بذارید یه قدم برگردیم عقب‌تر. گفتم قصد ما اینه که از مبدأی به مقصدی برسیم. آیا فقط ماشین ما رو به مقصد میرسونه؟ یعنی موتورسیکلت یا هواپیمایی وجود نداره؟ امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشید. اما برای این که به این مشکل دچار نشید، فرض نکنید که چون در ویندوز تقریبا از پس هر کاری برمیایید، پس در لینوکس هم مشکل خاصی نباید براتون به وجود بیاد. به محض اینکه وارد لینوکس بشید، یک کاربر صفر هستید و باید از پایه شروع به یادگیری کنید. اما مشکل سوم، شوک فرهنگی. این مشکل شامل دو بخش است که اولین بخش فرهنگی هست که وجود داره. رابطه‌ای که بین کاربر و تولید کننده نرم افزار در ویندوز وجود داره، بیشتر شبیه رابطه مشتری و فروشنده است. کاربر برای نرم افزاری هزینه ای رو پرداخت میکنه و در ازاش انتظار پشتیبانی و وارانتی و مواردی از این قبیل داره. در اینجا کاربر با یک شخص طرف نیست، بلکه طرف قراردادش یه شرکت هست. اما در بین کاربران لینوکس همچین چیزی وجود نداره. کاربران لینوکس بیشتر شبیه یه جامعه هست. وقتی مشکلی برای کسی پیش میاد، بقیه دستشو میگیرن تا اون شخص بتونه از پس اون مشکل بر بیاد. کاربران لینوکس نیازی به خرید برنامه ندارن. همه چیز به رایگان براشون وجود داره. طرفشون افراد هستن نه شرکت ها. و اینجا دقیقا همون نقطه ای هست که برای ویندوزی های عزیز مشکل پیش میاد. یعنی وقتی براشون مشکلی در لینوکس به وجود میاد، اول سوالشون رو در فروم مربوطه مطرح میکنن، بعد که میبینن جوابی نگرفتن شروع میکنن به داد و هوا رو انداختن که چرا کسی بهم کمک نمیکنه و از این حرفا. به این میگن یک طرز فکر تجاری که در لینوکس جایی نداره. کسی برای حل مشکل شما حقوق دریافت نمیکنه و در نتیجه الزامی هم نداره. همه به صورت داوطلبانه به هم کمک میکنن چون صرفا دوست دارن به هم کمک کنن. نکته ای که در مورد برنامه های ویندوزی وجود داره اینه که تا طرف تولید کننده از برنامه مطمئن نشه، اون رو منتشر نمیکنه تا به باد انتقاد گرفته نشه. اما در لینوکس اینجوری نیست. وقتی کسی برنامه‌ای رو مینویسه، از همون ابتدا ممکنه اون رو منتشر کنه تا بقیه کاربران رو تست کنن و باگ‌هاشو گزارش بدن و پیشنهادات خودشون رو به قولی ارائه بدن. پس یادتون باشه پولی بابت برنامه‌ای پرداخت نمی‌کنین و در نتیجه کسی هم اجباری برای رفع مشکلتون نداره. و اما بخش دوم مشکل شوک فرهنگی، تقابل دو نسل متفاوت. لینوکس در ابتدا صرفا برای خوشگذرانی یه هکر ساخته شده بود که بعداً هکرهای دیگه رو هم که به دنبال سرگرمی بودن جذب کرد و جوری بود که فقط گیک‌ها یا خارهای کامپیوتر میتونستن به راحتی اون رو نصب کنن و باش کار کنن. اصلا شعارش هم در ابتدا بای گیکس فور گیکس بود و حتی الان هم بخش اعظمی از کاربراش رو گیک‌ها تشکیل میدن، که البته میشه به عنوان یک پوان مثبتون رو در نظر گرفت. یعنی میدونید اگه مشکلی براتون به هر نحوی پیش اومد، کلی یک هستن که میتونن روی مشکلتون کار کنن. البته از اون دوران تا الان تغییرات زیادی اعمال شده و دیگه هر کس که دانش فنی خاصی هم نداره میتونه لینوکس رو به راحتی نصب کنه. مزیت‌های فوق‌العاده لینوکس مثل امنیت، سرعت، پایداری و آزاد بودنش دیگه تقریبا هر غیرگیکی رو هم جذب کرده. و اینجا نقطه‌ای هست که مشکل به وجود میاد. از یه طرف کاربرانی رو داریم که حرفه‌ای هستن و انتظار دارن هر کسی که به سمت لینوکس میاد دانش لازم رو داشته باشه، و در طرف دیگه کاربران تازه وارد رو داریم که به طرز فکر ویندوز عادت کردن. قسمت ترسناک ماجرا اینجاست که یه گروه میخواد دل و روده سیستم عامل رو در بیاره و دونه دونه اجزای اون رو بررسی کنه و گروه دیگه صرفا یه نصب با دو تا کلیک روی نکس نکس فینیش میخواد. واسه حل این مشکل یادتون باشه که لینوکس نسبت به گذشته خیلی فرق کرده. مهمترین بخش کاربران لینوکس که هکرها و توسعه دهنده هستن، لینوکس رو به خاطر همون ویژگی از پایه و اساس ساختنش دوست دارن. اصلا هدف هم همینه، اینکه چیزی که دوست داری رو بسازی، نه اینکه اون رو پیش ساخته به شما تحمیل کنن. مشکل چهارم، طراحی شده برای طراحان. برگردیم به سراغ صنعت خودروسازی. احتمال اینکه طراح موتور و طراح داخلی ماشین یکی باشن چقدره؟
تقریبا صفر، درسته؟ به خاطر اینکه دو مبحث کاملا جدا و مستقل از هم است و نیاز به مهارت‌های جداگانه‌ای داره. اما در دنیای لینوکس دقیقا برعکس این ماجرا اتفاق میفته. یعنی یه نفر همه کاره پروژه هست و جاوا فورفان یه کار رو شروع کرده و صرفا جنبه های فنی کار رو در نظر گرفته. نمونه بارز این مثال ویرایشگر وی آی است. اگه از قبل با این برنامه کار نکرده باشی کمی آزاردهنده است. گویا برای کسی ساخته شده که از قبل کار با این برنامه رو بلد هست و به درد کاربران تازه وارد نمیخوره و ممکنه کمی اونها رو اذیت کنه. همین باعث تفاوت بین نرم افزارهای اوپن سورس و تجاری میشه. در برنامه های مدموز چون کاربر اصلی طراح برنامه هست، قطعا تمام تلاشش رو میکنه تا محصول با کیفیتی داشته باشه که باهاش کارش رو پیش ببره و طوری اون برنامه رو طراحی میکنه که تمام نیازهای مربوطه رو پوشش بده. در نتیجه کاربر و برنامه نویس هر دو به درک متقابلی میرسن، چون خود برنامه نویس هم جزء کاربران نهایی به حساب میاد. برگردیم به سراغ وی آی. با اینکه کمی با کاربران تازه وارد نامهربون هست، اما با این حال در اوج قرار داره و به عنوان یکی از اصلی ترین ویرایشگرها در لینوکس از اون استفاده میشه. البته کلا خاصیت برنامه لینوکسی همینه، اغلب عملکرد در اولویت قرار داره. بعد از اوکی شدن عملکرد میرن به سراغ رابط کاربری و کم کم اون رو بهبود میبخشن. برای اینکه این مشکل رو پشت سر بذارید، یا همیشه دنبال برنامه هایی باشید که کار باهاشون راحته و به عبارتی راحت الحلقومن، یا سختی یادگیری رو به جون بخرید و انتظار لقمه جویده شده نداشته باشید. مشکل پنجم، کاربر پسند. اگه یادتون باشه گفتیم که کاربران لینوکس دو دسته هستن، یا برنامه نویس هان و یا کاربران تازه واردن که کار پیچیده‌ای با سیستم عامل انجام نمیدن. حالا اگه بخوایم کاربر پسند رو در اینجا تعریف کنیم، با مشکل مواجه میشیم. کاربر پسند برای کدوم دسته؟ بذار مسئله رو بیشتر بشکافم. فرض کنید که قراره یک تکست ادیتور طراحی کنیم. اگه کاربران ما برنامه نویس باشن، باید سرعت و قدرت رو فاکتور اصلی برنامه‌مون قرار بدیم و به نحوی اون رو طراحی کنیم تا بیشترین بازدهی رو داشته باشه. در طرف دیگه کاربرانی رو داریم که کار خاصی با سیستم انجام نمیدن و در حد تایپ یه نامه به برنامه اون نیاز دارن. پس نیازی به کلید میانبر نیست، ولی چند منوی خوب و چند تا آیکون درست حسابی توی تول بار میتونه خیلی بهشون کمک کنه. در اینجا میبینید که با دو گروه متفاوت که نیازهای متفاوتی هم دارن طرفیم و مشکل اینجاست که برعکس هم دیگه هستن. حالا باید کاربرپسند رو برای کدومشون در نظر بگیریم؟ حتما به این فکر میکنید که کاربرپسند لغت مبهمیه و معنی مشخصی نداره. پس بذارید دوباره این لغت رو براتون تعریف کنم. کاربرپسند به برنامه ای میگن که کاربر بدون تجربه قبلی استفاده از اون بتونه در حد مناسب و معقولی ازش بهره ببره. باور اشتباهی که وجود داره اینه که اگه یه قابلیت آشنا باشه پس میشه گفت کاربرپسنده، که خب کاملا اشتباهه. برای اثبات این ادعا هم دوباره به مثال تکست ادیتورمون برمیگردم. پاس و پیس رو با چه کلیدایی انجام میدیم؟ کنترل ایکس و کنترل وی، درسته؟ اما اصلا این کلیدا ربطی به کاری که انجام میدن دارن؟ مشخصه که نه، اما چون براتون آشناست فکر میکنید که پس حتما کاربر پسنده. حالا اگه با وی آی کار کنید میبینید که دی واسه کات کردن و پی واسه جایگذاری کردن استفاده میشه و از اونجایی که قبلا با این کلیدا سر کار نداشتین براتون ناآشناست، پس کاربر پسند هم نیست. حالا وی آی بهتر یا اون یکی؟ مشخصه که بیاد. بذارین با یه مثال رو بهتون اثبات کنم. اگه بخواین یک کلمه با کیبورد کات کنین چیکار میکنین؟ میرین به اول کلمه، کنترل شیفت رو نگه میدارین، به راست جهت میدین تا کلمه انتخاب بشه. بعد با کنترل ایکس اون رو کات میکنین. حالا تو وی آی چه جوریه؟ دی دبلیو که به معنی دیلیت ورد است و تمام. این برای یک کلمه. حالا اگه بخواین چند کلمه رو کات کنین، باید کنترل شیفت رو نگه دارید، بعد به تعداد کلمات به سمت راست جهت بدید. اما در وی آی خیلی ساده با D5W این کار رو انجام میدید. اما چرا برای شما فرایند ویندوزی راحت تره؟ چون آشناتره به همین سادگی. مشکل اول که یادتون هست، لینوکس مثل ویندوز نیست. در مبحث بعدی نگاهی داریم به چند توضیح مشهور لینوکسی. یکی از دغدغه‌های کاربران اینه که بین توضیح‌های مختلف گنو لینوکس نمیدونن کدوم رو انتخاب کنن و اغلب گیج میشن. در وهله اول بگم که در لینوکس هیچ فرقی بین توضیح‌های منطقی و خوب نیست. صرفا بحث سلیقه و انتخاب خود فرد مطرحه و هیچ برتری بین توضیح‌های منطقی وجود نداره. حالا چرا من اینقدر روی کلمه منطقی تاکید دارم؟ یه سری از توضیح‌ها رو داریم که به نظر شخصی بنده غیر منطقی‌ان و هیچ لزومی برای بودنشون وجود نداره. مثل کالی لینوکس، مثل بک تراک، مثل بلک آش و غیره. نمیدونم اسمشون رو شنیدید یا خیر. در این مثالی که بنده زدم
صرفا یه سری ابزار در زمینه هکینگ و کرکینگ و غیره جمع آوری شده و بر پایه یه سیستم عامل به بیرون عرضه شده. باز هم تکرار میکنم، صرفا نظر شخصی بنده هست و ممکنه بعضی از عزیزان مخالف باشن. بگذاریم، توضیحاتی که به نظر بنده مناسب و منطقی هستن رو در ادامه بررسی میکنیم. اولین توضیح دوست داشتنی ما دبیان هست. این لینوکس سال 1993 به صورت رسمی توسط یان مورداک منتشر شد و از اون موقع تا الان هزاران برنامه نویس به صورت داوطلبانه روش کار میکنن و اون رو توسعه میدن. اوایل تصور میشد که این توضیح محکوم به فناست، اما ورق برگشت و دبیان به گسترده ترین توضیح گنو لینوکسی تبدیل شد. دلیل این موفقیت هم فکر میکنم توسعه و ساپورت فوق‌العاده نرم افزاری و سخت افزاری این پروژه بود. در کنار این دلیل میشه توضیح های مختلف دیگه ای رو هم نام برد که بر پایه دبیان شکل گرفتن و در واقع با ویرایش سورس دبیان به وجود اومدن. یه نمونه موفق از این دبیان بیس ها اوبونتو هست که سال 2005 به صورت رسمی توسط شرکت کانونیکال منتشر شد. اوبونتو با داشتن تقریبا تمام ویژگی های خوب دبیان از یه خاصیت خوب دیگه هم برخورداره که اون هم سادگی استفاده و نصب اون هست. اما در مورد دبیان مهمترین ویژگی به نظر بنده پایداری فوق‌العاده اون هست که به همین خاطر انتخاب اول بسیاری از سیسادمین هاست. از ویژگی‌های دیگه‌ای که قبل‌تر هم بهش اشاره شده گستردگی نرم افزاری و سخت افزاری دبیان هست که تقریبا میشه گفت پردازنده‌ای وجود نداره که از زیر تیغ دبیان نگذشته باشه. دبیان سه نسخه آزمایشی، ناپایدار و پایدار داره که بسته به استفاده شما قابل دانلود و نصب است. توضیح بعدیمون آرش است که بنده از همین توضیح استفاده می‌کنم. این لینوکس ساخته شده تا ساخته بشه. میتونید اون رو در هر سطحی پیگیربندی کنید و از تجربه زیبای استفاده از اون نهایت لذت رو ببرید. از بولترین ویژگی آرش میتونم به سبک بودن، انعطاف پذیری و قابلیت شخصی سازی بسیار بالای اون اشاره کنم. زمانی که اون رو برای نصب بوت میکنید، فقط با یه خط فرمان مواجه میشید و به شما این امکان رو میده تا سیستم عامل خودتون رو از پایه بسازید. اگه با سرچ کردن و ویکی خوندن مشکلی ندارید، میتونید آرش رو انتخاب کنید. و اما آخرین توضیح ما مخصوص راه اندازی سرور هست. CentOS Red Hat Base هست و بر پایه اون ایجاد شده. از ویژگی های بارز Red Hat که CentOS هم از اون مستثنا نیست، امنیت و پایداری بسیار بالای اون هست. از اونجایی که قراره این دوره بر اساس این توضیح آموزش داده بشه، در فصل دوم به صورت مفصل در موردش صحبت میکنیم. آشنایی با بقیه توضیح ها رو به عهده خودتون میذارم. کافی عبارت Linux distros رو سرچ کنید تا گوگل براتون توضیح های مختلف رو لیست کنه. برادرسیای عزیز سلام، به قسمت سوم از فصل اول خوش اومدید. در این قسمت قرار هست به بررسی مناسب ترین پلتفرمی که میتونید برای شروع فعالیتتون انتخاب کنید بپردازیم. منظور از پلتفرم بستر فعالیت شماست. در ابتدای نگاه کلی داریم به گزینه‌های روی میز برای راه اندازی سرور. بعد وارد جزئیات میشیم و تمام گزینه‌ها رو به صورت کامل بررسی می‌کنیم تا شما انتخاب درستی در این زمینه داشته باشید. به صورت کلی شما دو تا گزینه بیشتر در دسترس ندارید، یا از سیستم خودتون به عنوان سرور استفاده کنید و یا از دیتا سنترهای معتبر سروری رو خریداری کنید. گزینه اول که به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشه مگر اینکه برای تمرین استفاده کنید، اما اگه احیانا به هر دلیلی قصد این کار رو داشتید باید این موارد رو تهیه کنید. اول از همه به یه سیستم نیاز دارید با حداقل این کانفیگ سخت افزاری، یه پردازنده پنتیوم 4 با حداقل فرکانس 1 گیگاهرتز یا معادل اون، 1 گیگابایت رم یا بیشتر بسته به سیستم عامل و اپلیکیشن هایی که قراره نصب کنید، 30 تا 40 گیگابایت فضای ذخیره سازی که پیشنهاد میشه از SSD به خاطر سرعت بالاش استفاده کنید، یک کانکشن مناسب با سرعت حداقل 100 مگابیت بر ثانیه و یه IP استاتیک که باید از ISP تون تهیه کنید. وسط البته یه هزینه اضافی بابت ترافیک ماهیانه هم باید پرداخت کنید و در کنارش هزینه برق و غیره رو هم باید در نظر بگیرید. به همین خاطره که این کار پیشنهاد نمیشه و اغلب به سراغ خرید سرور از دیتا سنترها میریم. همونطور که در اسلایدهای قبلی اشاره کردیم، اگه بخواید سرور هم تهیه کنید، باز هم دو گزینه در برابر شماست: سرور اختصاصی و سرور مجازی. فرض کنید پروژه‌ای رو شروع کردید و اول راه هستید. در اینجا به قدرت آنچنان زیاد سخت افزاری و منابع بسیار بالا احتیاجی ندارید. علاوه بر این براتون مهمه که انتخاب مقرون به صرفه‌ای رو داشته باشید. در اینجا انتخاب شما سرور مجازی هست. علاوه بر اینکه منابع مناسب و در حد نیازتون به شما اختصاص داده میشه، این امکان رو داری که به راحتی اون رو راه اندازی و ازش استفاده کنید. اما یه زمان هست که به جایی رسیدید که دیگه اون منابع متوسط پاسخگو نیست و نیاز به سخت افزار و ترافیک بسیار بیشتری دارید.
که در اینجا با این سرور اختصاصی به وسط کشیده میشه. سرور اختصاصی همونطور که از اسمش هم مشخصه یک سیستم با قدرت بسیار بالا در یک دیتا سنتر هست که به شما اختصاص داده میشه. در حالی که سرور مجازی بر روی یک سرور اختصاصی به کمک تکنولوژی ویرچوالیزیشن ساخته میشه. ممکنه 1 تا 10 سرور مجازی و حتی بیشتر بسته به قدرت سرور و سخت افزاری که به مجازی همون اختصاص میدیم روی یک سرور اختصاصی ساخته بشن. سرور اختصاصی به شما قدرت پردازش بسیار بیشتری میده، چون مشخصه دیگه منابع سخت افزاری عظیمی رو در اختیار دارید و همچنین کنترل کاملی به سخت افزار و نرم افزارهای سرورتون دارید. اما مشکل اینه که هزینه بالایی رو طلب میکنه. میتونید به این چارتای قیمت نگاه کنید. میبینید که برای یه یوزر عادی و حتی حرفه‌ای‌تر که به دنبال گزینه‌های اقتصادی‌تر هست، اصلاً همچین انتخابی به صرفه نیست. معمولاً به درد شرکت‌ها و مؤسسات تجاری می‌خوره. برای خرید سرور اختصاصی میتونید به دیتا سنترهای معتبری که وجود داره رجوع کنید، یا اگر مدیر شرکتی هستید و به هر دلیلی میخواید سرور در محل شرکتتون باشه میتونید یه سرور آماده از برندهایی مثل HP، دل یا لنوو خریداری کنید و تمام امکانات لازم رو هم فراهم کنید تا بتونید سرورتون رو به خوبی سرپا نگه دارید. و اما یه مقدار هم در مورد گزینه اقتصادیمون یعنی سرور مجازی صحبت کنیم. در اینجا دیگه نگرانی بابت مدیریت سخت افزار و نرم افزار ندارید. مدیر اصلی سرور این کار رو براتون انجام میده. اما دیگه از اون قدرت بسیار بالای سخت افزار خبری نیست. به اندازه که نیاز دارید سخت افزار طلب میکنید. در بخش سرور مجازی یه نکته بسیار مهم وجود داره. ما 2 نوع سرور مجازی داریم. یکی VPS و دیگری VDS هست. فرق آنچنانی هم با هم ندارن. وارد بحث تخصصیش هم نمیشم. فقط یه توضیح مختصر در موردش بدم تا اگر در جای این دوتا رو دیدید سردرگم نشید. بدونید که منظورشون از VDS اینه که منابع اختصاصی داره، در حالی که VPS منابعش اشتراکیه. واسه اینکه بهتر متوجه بشید این اسلاید رو ببینید. سمت چپ یه طرح مفهومی از VPS هست که داره نشون میده ممکنه 2 یا چند سرور مجازی از یک منبع در حال استفاده باشن که به تبع تا حدی باعث افت کیفیت میشه، در حالی که در سمت راست هر ویدیو